چیزی آنچنانی دستی نداره، چون اول از همه خودش مهمانه وقتی میره مصر، مهمانه. دومن این که اونجا مسجده، مسجد رفاعی است. مسجد یه پرنسیپ‌هایی داره، شیخ داره، ملا داره، آخوند داره، مسجده، خونه خاله که نیست. ها؟ وقتی که مسجد در مدیریتش در دست خود آدم مسجده، حتی من این نکته بگم که شما نمیدونید، تو اون مسجد اگر زن وارد میشه بایستی چادر سرش کنه، دم در مثل حرم رضا و امام رضا و اینا تو مشهد و جای دیگه چادر گذاشتن، اونجا هر کی میگه چادر میدن، عبا میدن، میندازه رو سرش زنا. اونجا هم همینطوره. من بارهایی که رفتم اونجا خودم شاهد این قضیه بودم. خانم من ولی عبا نپوشید، چادر نپوشید. ما رفتیم اونجا با همون حالت لباس تابستانی که در قاهره بودیم ما، اینا بارها وارد مسجد شدیم. اما وقتی ما این کار میکنیم برخلاف مقررات مسجد و خود مصر عمل میکنیم. هرگاه که ما رفتیم با این حالت و با این وضع که خانم من عبا و عمامه و چادر و عمامه همون روسریه لچک سرش نبوده و تنش نبوده، مأمورای اونجا چون مأمور داره مسجد رفاعی، برحال اینا اومدن مسجد رو خالی کردن که کسی دیگه ای نباشه، چون خلاف مقررات مسجدشون ما بدون چادر وارد شدیم. خالی کردن و چند نفرم که دور ما هستن مأمورای امنیتی اونجا هستن و ما تونستیم بدون چادر رو سری بریم. خود شهبانو اون اوایل چند بار با یک چیز سیاه رو سرشون میرفتن اونجا، الان مدت هاست که اونم سرش نمیکنه. بانوان دیگه که میرن اون سرشون نمیکنن در اون روز و سپید میپوشن، سپید پوش اونجا میشن. اینا همه اوانتاژا و امکاناتی است که شما اینا رو باید در نظر داشته باشید و بدونید که خود همین